عمل کرد. برخی ها الان صحبت میکنن که این دو نفر مثلا چرا در حسرن و بالاخره نظام فقط دوست داره که یک صدا در مورد فتنه شنیده بشه و اینا بیان بیرون. واقعا چه نظری تو این زمینه؟ شما چه پاسخی دارید؟ ببینی هر جای دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن، در جا اعدام کردن. امام چیم فرمود رضوان الله همون وقتی ما دادگاه انقلاب اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی همه شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون چی جرمش مسلمه نباید معطلش کرد. موسولینی رو وقتی آوردندش قاضی آوردش پای تو دادگاه بهش گفت اسم چیه؟ گفت فلان موسولینی. گفت ببرید اعدامش کن. از سوال دوم ازش نکرد، برای اینکه معلوم بود دیگه جرمش مسلمه، فقط بشناسیم که یک کسی رو عوضی نیاورده باشن اینجا. نظر امام این بود، اینجوری باید همون وقت اعدام میشدن. به راستی این فرمان خداست که بر زبان تو جاری شده است؟ چه کسی به تو اجازه داده بی آنکه تحقیق کنی مسلمانی را متهم سازی و بی آنکه سخن او را بشنوی حکم به مجازات او دهی؟ اولا او متهم نیست بلکه مجرم است. تمام مردم مدینه و قبایل اطراف از شرارت های او و پدرش آگاهند. ثانیا شنیدن سخنان موجود خبیثی که خون چندین مسلمان به طور قطع و یقین بر ذمه دارد، بر من که حاکم مدینه و قاضی منتخب خلیفه هستم واجب نیست؟ شنیدن سخن هر محکومی واجب است، حتی اگر در جرم او تردیدی نباشد. فریاد و بانگی میرسد، عالم سکوت میکند، از حیبتش سلطان ده آسان.